سلام به همگی، به برنامه نان و گرسنه خوش اومدید. من مریم نمازی ام و من فریبرز پویا هستم. در برنامه این هفته در رابطه با کشتار زنان جوان و یک پسر 14 ساله در عراق صحبت خواهیم کرد. تراژدی که نشون میده در جامعه عراق یک نبردی در جریانه. در این قسمت دیگه از برنامه میخوایم یک ویدیو کلیپی رو نشون بدیم از شرکت سازمان مسلمانان سابق بریتانیا، شرکتشون در پراید امسان لندن، که ربط داره به موضوعی رو که صحبت میکنیم. فتوای احمقانمون از فروشگاه مارکس اند اسپنسرز و فروختن حجاب کودکان، خجالت آوره. و لحظه زیبای زندگیمون جلوگیری از دیپورت یک پسر 14 ساله و خانوادش از سوی شاگردای همکلاسیش، واقعا یک لحظه زیباییه. با ما باشید، جایی نرید. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر کشتارهای زیادی در روز روشن صورت گرفته علیه زنان که علنی هستند در مطبوعات اجتماعی، و در ضمن یک پسر 14 ساله که اتهام به همجنسگرایی بوده. و واقعا این کشتارها واقعا خیلی ناراحت کنندن و میشه دید که یک پیامیان به زنا و جوانایی که توی عراقن، که اگر متفاوت باشی، علنی باشی، زندگی تو طوری که خودت دوست داری زندگی کنی، این کار رو انجام بدی، میایم سراغت و از بینت میبریم. دقیقا جامعه عراق که میبینیم توی سالهای گذشته واقعا پاشیده شده از هم و جامعه تازه داره شکل میگیره، داره نظم پیدا میکنه، اعتراضات هست، بخشای جامعه دارن میان حقوقش رو مطرح میکنن. تو بصره تظاهرات و اعتراض بوده به خاطر امکانات اجتماعی، توی عراق همینطور، توی بغداد هم همینطور. و در این حال یه بخش خیلی از مهم این شکل‌گیری جامعه، جلو آمدن بخشای مترقی جامعه است، بخشی که زنای جامعه میان میخوان حقوقشون رو بگیرن، میخوان ابراز وجود بکنن. میبینیم که نیروهای ارتجایی شروع میکنن به اینا حمله کردن و اینا رو تو روز روشن کشتن و میخوان از اینا به عنوان یک مثال و مطلب کنن توی جامعه، که بگن پاتون از گلیمیتون دراز نکنین. کسایی هم که مورد هدف قرار گرفتن کسایی هم که سرشناسن، یا اینکه جوونا رو میگیرن حمله میکنن به عنوان همجنسگرا، چیز حمله بهشون میکنن و میخوان در واقع درس عبرتی بکنن. و اینو کاملا معلومه که دست اسلامی ها تو کار، نیروهای اسلامی چه در دولت چه خارج از دولت، به عنوان نیروی واقعا کثیف و ارتجایی که سالهای سال رو جامعه را حکومت میکنن، دارن این کار رو دارن میکنن. نگاه کنین آقای وحشی ملا در رابطه با مردم و همجنسگران چی داره؟ المسيحي النصراني اليهودي الصبي الصابئي المندائي الايزيدي يرضى بهاي السوالف؟ يرضى؟ من اي طائفة او جهة كنت؟ المثليين الشاذين الخدم والحشم يباعون. ما اذكر المناطق هسه ولا اذكر، اذكرها واعطيك العنوان، واعطيك العنوان واعطيك الطوابق، كم طابق التي يباعون ويشترون بها. لا حسب بالكم انه لبسنا عمامه ما نعرف سوالفكم، ما كل شيء نعرف، ونعرف الوراكم ونعرف، فتعدلوا لحتى لا يكون الرد اقوى من هذا الرد. فان لم يردعكم اللسان سوف تردعكم الايدي ان شاء الله، الايدي الامره بالمعروف والناهيه عن المنكر. هذا بلد علي، هذا بلد الانبياء والمرسلين، هذا بلد الكاظم والجواد، هذا بلد الحسين والعباس، هذا بلد الهادي والعسكري وحكيمه ونرجس خاتون، هذا بلد الاوصياء والاولياء، ليس بلد الشاذين جنسيا ولا اصحاب الدعاره ولا اصحاب المتاجرين باخلاق واعراض وناموس الناس. سكتنا عنكم كثيرا وهذا السكوت سوف نحاسب. مثلا یکی از زنایی که کشته شد 22 سالش بود، تارا الفارس بود اسمش، و ایشون کسی بود که خیلی طرفدار داشت در مطبوعات اجتماعی و خب حرفای خیلی جالبی هم میزد. برای مثال مثلا شاکی یک ملای بود که سعی کرد باهاش صیغه کنه،
یا برای مثال گفته بود که من از کسایی که خدا رو انکار میکنن نمیترسم، از کسایی که میخوان سر ببرن که ثابت کنن خدا وجود داره از اونا میترسم. یعنی واقعا خودش هم گفته بود که این حضورش در مطبوعات اجتماعی به خاطر این بود که بتونه یک تفکر دیگه رو مطرح کنه، ابراز وجود بکنه. یکی از هوادارای حقوق بشر توی بصره که تو تظاهرات‌های اخیرم شرکت کرده بود، خانم سعود العلی، کارش و بهش تهدیدش کرده بودن و کسی بود که جزء سازماندهان حقوق جامعه بود و میبینیم که این یکی از هدف جنایت اسلامی هستن که ایشون تو روز روشن با گلوله شلیک میکنه وقتی داره میره سوار ماشینش بشه. این نشون میده که جامعه عراق در این حال چقدر تشنه رهایی، چقدر نیروی مخالف اسلامی تو زیاده، در این حال جامعه ایه که دست اسلامی ها رو باز گذاشته که بتونن اینطوری به مردم حکومت بکنن. راشد الحسن و رفیفی الیاسری هم دو زن دیگه بودن که به طور خیلی مشکوکانه مردن. خیلی ها فکر میکنن که اینم ربط داره به کشتار زنان در عراق. و خب بعد از این کشتار هم کشتار یه پسر 14 ساله بوده که اسمش حمودی المتیریه و واقعا کشته شدن این پسر واقعا آدمو خیلی ناراحت میکنه. یعنی کسایی که کشتنش فیلم برداری کردن از این قتلشون و حتی میشه دید که دارن باهاش صحبت میکنن بعد از اینکه چندین بار بهش چاقو زدن و پسره میپرسه خب این چیه که شکمم اومده بیرون، و دارن میخندن و میگن که روداته و به پسره میگن اسم دوست پسره چیه. پسرم یه خورده شوکه شده است و نمیدونه چی جواب بده، چی دارن ازش میپرسن و آخرین چیزی که بهشون میگه اینی که من مادرمو میخوام. و واقعا غم انگیزه. و اینو وقتی مقایسه میکنی میذاری بغل حرفایی رو که آخوندهای توی عراق دارن میزنن که به مردم حمله میکنن و مردم رو تهیج میکنن، جنات مرتجع جامعه، بخش عقب مونده جامعه رو تهیج میکنن که بر علیه اسم خودشون جنس سوم حمله بکنن و میگن این کشور امام حسین، این کشور فاطمه است، این کشور علیه و تو اینجا نمیشه از این کارا کرد، دقیقا مسئول مستقیم قتل این کودک و کسای جوانای دیگه مثل این هستن. و خب این یه چیزی که همیشه میگن بر علیه زنان و یه واقعیت اینه که این اتهام متهم کردن قربانیانه و نه تمرکز کردن روی واقعا جنایتکارانی که زنان و جوانا رو دارن اینطوری قتل عام میکنن. و دقیقا این حمله یه که نه تنها به اون کسایی رو که ظاهرن پاشون از گلیم خودشون جلو گذاشتن، به تمام زنان تو عراق، حمله به آزادی و درجه آزادی تو زنانه و حمله به جامعه عراق و در مقابل این اسلامی ها خیلی اعتراض کردن، خیلی افشاشون کردن و این جنبشی که باید حتما قوت بگیره تو عراق و جامعه عراق واقعا جنبش زنان، جنبش حق ابراز وجود انسان تو اون جامعه است و با دهن بسته بسته کردن جنایت اسلامی که میشه تغییر داد و جامعه عراق رو به بهبود کشید. تارا الفارس یکی از زنایی که کشته شده بود تعداد خیلی زیادی، میلیون ها طرفدار روی اینستاگرام برای مثال داشت و در یه رایگیری به عنوان ششمین مشهورترین فرد عراقی روی مطبوعات اجتماعی بود. پس اونایی که میگن بالاخره توهین شده به فرهنگ و مذهب مردم عراق، میشه دید که یه سری خیلی زیادی اتفاقا از طرفدار این فرهنگ بودن و این آزاد بودن انسان ها و زندگی کردن به طوری که میخوان و بخیرین بتونن خودشو بیان کنن. و در واقع چیزی رو که اسلامی ها رو ناراحت کرده اینه که اینا انقدر طرفدار داشتن و جنایت اسلامی رو تهدید میکنه، کس دیگه دنبال مسجد و نمیدونم جنایت اسلامی نمیره، این جامعه با پاشون دارن رای میدن، جامعه میخوان که یه خورده رها باشه بتونه راز بیان بکنه و در واقع این چیزیه که اسلامی ها رو ناراحت کرده و میبینه که نیروشون داره ضعیف میشه و این خاطر حمله کردن به تارا الفارس و کسایی که تو جامعه عراق دارن تلاش میکنن که جامعه رو باز کنن یه خورده از زیر چتر سیاه اسلام یه ذره رهایی.
My name is Jimmy Bangash and I'm a spokesperson for the Council of Ex-Muslim of Britain. In the background you can see a lot of our members from the Council of Ex-Muslim of Britain. There are also individuals from Bangladesh who are organized around a magazine called Boys Love, and it's a magazine for LGBT people. Within our community, homosexuality is really condemned in a way that actually we don't see so much in the West anymore. So we have 15 states that legislate for the execution of gay people, and you know, there are actual instances of executions taking place. So us being in the Gay Pride March is really about showing our solidarity with people who are LGBT and of Muslim heritage, whether that's in the UK, whether that's in Turkey, or whether that's across any other country across the world. We're marching to show our solidarity with them. And we're also marching to show our resistance to the Islamist narrative, which condemns ex-Muslims and condemns LGBT people. What's your message? Oh, this is because they kill us in 15 states and they also call us kafir, but we're taking back these words. We're going to make them our own. Just like how like Christian people and white gay people took back the word queer, we're taking back the word kafir. We'll own it. We're not afraid. Okay. Once you put your wristband over there, doing good, man. Doing good. You're looking gorgeous, guys. You're looking absolutely gorgeous. Whoa. You are. Happy Pride. Happy Pride. Keep those banners high. Keep those banners high. You tell him. It's going good. We're having a really lovely reception from people, and it's so heartening to see people welcome us in this way and understand our message and support us fighting for gay rights. Can't quite say that live on the air. This is like Big Brother. I can't say the F word. There we go. People have rights. They absolutely, ladies and gentlemen, CEMB. That's what I was looking for. Another wonderful cause, ladies and gentlemen. Like I've said so many times today, today is not just about celebrating exactly who we are, but it's about celebrating the people that don't have the luxury to do so. It's about being counted and saying, you know what, we've come a long way, but there's still a long way to go. I'm fairly sure that's in the finale.
That was amazing, right? Yeah. It was literally amazing. We had so much support as we were walking through, and people really understood what was going on this time round. We had so many people on the mic talking about us and explaining what CEMB do, and really people empathizing with what's happening with LGBT people in other countries, as well as LGBT people from the Muslim community in this country too. فتوای احمقانه این هفته از فروشگاه زنجیری مارکس اند اسپنسرز انگلیسه. یه فروشگاه خیلی بزرگیه که من لباس زیرم و همیشه از اونجا میخرم، ولی دیگه نخواهم رفت اونجا به خاطر اینکه دارن چیکار میکنن در بخش یونیفرم بچه ها برای مدرسه. حجاب برای 6 پوند دارن میفروشن برای بچه‌های حجاب سیاه و برای بچه‌های کوچولو از 6 سال به بالا. دقیقاً. و این مورد اعتراض خیلی قرار گرفته که برای بچه‌ها دارن حجاب میفروشن توی بخش بچه‌ها مدارس و بخش کیف و کفش گذاشتن اینا رو، و خیلی از مردم ناراحت شدن. و جالب اینه این وسط دعوا میدونی کی اومده از اینا دفاع میکنه؟ دادگاه نماینده دادگاه شریعه انگلیس و اسلامی هایی که هواداری هستن اومدن توضیح میدن که چرا مارکس اند اسپنسر کار خیلی خوبی کرده. معلومه دیگه با این فقط دوستایی رو که پیدا میکنن اینجا این اسلامی ها هستن، کسی دیگه نیست. خب مارکس اند اسپنسر هم میگه خب این داره به یه نیازی جواب میده. مادر دقیقاً مادر پدرها اینو میخوان یا مدرسه تقاضا کرده که حجاب فراهم کنن. و خب یعنی جواب من به مارکس اند اسپنسر اینه که خب امکان داره یه سری خانواده بخوان دخترانشون رو ختنه کنن. خب الان قراره یه جعبه ابزار ختنه بغل حجابا و غیره بذارن توی بخش اونیفرم مدارس که جواب بدن به یه نیازی. خب این که نشد جواب به یه وضعیتی که دقیقا داره نشون میده که اینا خم شدن به یه خواست برای اینکه دختران رو بپیچونن، قائم کنن و کاملا محفشون کنن از مدارس. دقیقا این خواست اسلامی هست توی انگلیس و سراسر دنیا، و اینا هم دارن به این چیز، به این خواست اسلامی ها کمک میکنن. خیلی جالبه این وسط هیچ موضوع این که خب بچه رو شما از کوچولوی بپوشونین و تبدیلش کنین به ابزار جنسی، یادش دارین میدین که از کوچولوی شما متفاوتی، باید خود بپوشونی، یه چادر سیاه، یه حجاب سیاه باید بکنی تنت. این رو داره آماده میکنن علاوه فکری و ذهنی و اجتماعی برای اینکه فردا نصف مرد باشن، برابر نباشن، و در واقع تمام قوانین اسلامی رو توی بخش از آموزش دارن سعی میکنن وارد کنن. و شرم‌آوره که مارکس اند اسپنسر این کار داره. و خب یه چیز دیگه هم که هست، همیشه در رابطه با حجاب به عنوان یه پارچه صحبت میکنن. خب یه نوع لباسه، یه نوع پوششه. و خب واقعیتش اینه که نمایندگی یه چیز خیلی وسیع‌تر رو میکنه. و اینکه همونطوری که گفتی، اینکه دختر، زن، نصف مرده، و در ضمن یعنی آپارتاید جنسی رو داره کاملا بنیان میذاره. دقیقاً. و خب خطرناکیش هم اینجاست. و خب یه چیزی که به مارکس اند اسپنسر گفته میشه اینه که خب ببینین، اولا که این در رابطه با کودکه، حجاب خب میشه گفت وقتی که یک کس بالغ حجاب به سر میکنه شاید آدم فکر کنه یه ابزار برای سرکوب زنان، ولی خب اون آدم بالغ اجازه داره تصمیم بگیره و خب میدونیم تصمیمش کامل نیست به خاطر فشارهایی که وجود داره. ولی وقتی حرف از بچه است، خب رفاه بچه یعنی یک اصل والایه، یعنی بیشتر از هر چیز باید، به خصوص چون بچه است، کودکه، باید خیلی توجه ویژه‌ای کرد. و فروختن حجاب توی بخش مثلا مدارس بچه واقعا یه چیز ضد بشری، ضد کودکه. خیلی جالبه، اینو میشه مقایسه کرد با دخترها و زنایی که تو ایران که اینقدر سالهای سال تلاش کردن که چادر و حجاب سر بچه‌ها بکنن، سر جامعه ایران بکنن. و این صحنه رو میشه نگاه کرد، مقایسه کرد با بچه‌ای که توی ایران قراره بره مدرسه، بچه کوچولو و نمیخواد حجاب سرش بکنه، ناراحت از اینکه مدرسه مجبورش میکنه این کارو میکنه. نه مامان، راد نمیدن. مامان اگه نذاری راد نمیدن. بیا اینجا، خیلی خوب، برو درش بیار، رفتی درش بیار، رفتی اونجا درش بیار، مامان همیشه نباید سرت باشه، بیا مامان نباید سرت باشه.
نانسو موژه که یک پسر 14 ساله که 2 سالش بود وقتی که به ایرلند وارد ایرلند شد با مادرش و برادرش، ایشون و خانوادهش الان مدتی که دولت ایرلند داره سعی میکنه دیپورتشون کنه، ولی مدرسهش اومده دخالت کرده و جلوی دیپورت این خانواده رو گرفته و واقعا یه چیز قشنگیه. خیلی قشنگه. بچه های مدرسه در لیمریک در آیلند به نام تالیمور ویدیو درست کردن، یک تومار و پتیشن درست کردن گذاشتن، در عرض 24 ساعت 20,000 نفر پشتیبانی کردن و خواهان این شدن که این خانواده دپورت نشه. و صحنه ای رو میتونیم ببینیم که پسر 14 ساله به مدرسه برمیگرده و تو آغوش همکلاسیاش قرار میگیره و لحظه زیبایی رو به وجود میارن که واقعا انسانیت رو به هم وصل میکنه و نشون میده آموزش دنی همین، اگه کسی میخواد بره درس بخونه بیاره رو توی مدرسه انسانیت رو یاد بگیره. معلم نانسو گفته که خب بعضیا گله دارن، میگن که خب اگر هی فعالیت بشه کسی مثل نانسو بتونه بمونه در حالی که قرار بود دیپورت بشه، پس این باعث میشه که بچهای دیگه هم همین کارو بکنن. خب چه خوب. دقیقاً. و معلمه میگه خب اگر بچه دیگه هستن مثل نانسو چه اشکالی داره؟ آله. چرا که نه. و خب یه حرف خیلی زیبایی میزنه یکی از شاگردای کلاس نانسو، میگه که لازم نیست حتما آدم یه جایی به دنیا بیاد تا اینکه جزوی از اون جامعه بشه. و خب همطوری که نانسو هم جزوی از جامعه ایرلند، این خونشه و نیجریه دیگه خونش نیست و باید بمونه. واقعا زیباست. Supportful, helping me and my family the whole way. And I'm really thankful for you guys for that. We love Nanso and it's important for us that he stays. And yeah. And you're happy. No, you don't look it. I'm not just happy for Nanso, Victor and his mother. I'm happy for me, I'm happy for my friends, I'm happy for the school, I'm happy for our entire community. Nanso's just such a vital part of it and I just couldn't imagine life without him. I feel like it was unfair what they were doing to Nanso, so we all grouped together and we fought for rights. We won. Yeah. Hi, I'm Mariam Namazi. And I'm Fadi Bospuya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary. And yeah. We've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are and the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets,
or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.